درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین. به قیام کاراکاس خوش آمدید. از کاراکاس تا تهران پارس فاصله نیست. چرا میدونم ایرانی ها مشتاقانه منتظرن ببینن چه بر سر ونزوئلا خواهد آمد، که اتفاقا درست ارزیابی کردن این رو بگم. چرا که وقتی به اون چالش ها بین آمریکا و خود ونزوئلا و همچنین پوتین نگاه میکنید، درست شما رو میبره به این مرحله ای که الان ما وارد یک بازی شطرنج بی وزیر خطرناک شدیم. چرا؟ تا دیروز آقای پوتین هیچ نوع چالنجی، هیچ نوع چالشی از طرف اوباماییستا نداشت. اوکراین رو گرفت، سوریه رو وارد شد، یعنی در واقع اون نقاط حساس رو وارد ایران شد، رفت نوژه، از اونجا موشک پرانی کرد، یعنی در واقع خودش رو ثابت کرد به عنوان تزار شرق و غرب. حالا با یک نفری روبروست که نه فقط در دیل کردن از همه ماهرتره، در واقع شطرنج بدون وزیرم از همه بهتر بازی میکنه. رضا شاه دوم معتقده که ایران آماده یک انقلابه. او میگه که رژیم اسلامی ضعیف‌تر از همیشه است و مردم ایران تشنه تغییر هستند. در یک مصاحبه طولانی با CBN، رضا شاه دوم گفت که ایرانیان بیش از هر زمان دیگه‌ای خواهان تغییر سیاسی هستند، در شرایطی که CNN فاش میکنه که بر اساس اطلاعات آمریکا، جمهوری اسلامی در حال انجام یک کارزار مخفی برای تضعیف نامزدی ترامپه و همزمان با آنچه که در ونزوئلا داره اتفاق میفته، سایت‌های ایرانی در شبکه‌های اجتماعی از مردم ایران میخوان که به خیابان‌ها بیان و رژیم خامنه‌ای رو در ایران سرنگون کنن. الان شما رسیدید به جایی که همون خواسته خود آقای ترامپ و تیمش بود، قیام در کاراکاس، یعنی یک مردی ایستاد در مقابل مادورو و گفت ایشون مشروعیت ندارن و باید برن. آقای پومپئو هم اومد و گفت ما به ایشون گفتیم هر چه زودتر از ونزوئلا خارج بشه بره کوبا، ولی ظاهرا آخرین لحظه به خاطر توصیه های پوتین منصرف شده. آمریکایی‌ها همیشه وقتی میخوان یک انقلاب بزرگ را، مشخصی رو انجام بدن، یک انقلاب کوچک رو در کنارش دارن. ما اگر نگاه کنید از نیکاراگوآ تا بهشت زهرا یک بازی بود. اول سموزا رو بیرون کردن با فشار بسیار زیاد آقای کارتر و تیم آقای کارتر که شما دیگه دورتون تموم شد و باید برین. ساندانیست ها بیان که اکثرا گرین کارتی های مسیحی بودن، درست مثل الان ایران، و در کنارش در حالی که همه دنیا متوجه نیکاراگوه بودن انقلاب ایران رخ داد. الان هم اگه شما نگاه کنید، شما همه نگاه ها و توجه ها معطوف شده به کاراکاس. در ونزوئلا چه خواهد شد؟ آیا مادورو خواهد رفت یا باید برود؟ چرا که دوره گلوبالیستا، دوره الهیات رهایی بخش و دوره بولیواری ها یا سوسیالیسم لاتین تموم شد. به این خبر دقت کنید لطفاً. آخون میگه اگر ونزوئلا انقلاب بشه ما کجا فرار کنیم؟ آخه پلن بی فرار همه کمونیستا ونزوئلا است. اونجا با پول مردم ایران برای خودشون امپراتوری ساختن. ارتشش الان به مردم پیوسته و اموال آخونده در خطره. طبق اخبار رسیده سید محمد مرندی و یک سری از مقامات رو فرستادن ونزوئلا برن امنیت اموال رو چک کنن و اگر شلوغ شد پولها رو خارج کنن. جمهوری اسلامی بد ترسیده و احتمالاً الان چمدونهای دلاری که جمهوری اسلامی از پول نفت مردم ایران دزدیده با یک پرواز ماهان در راه کاراکاس پایتخت ونزوئلا است تا یه دیکتاتور دیگر رو نجات بده. چرا که قبلاً میلیاردها دلار از پول مردم ایران صرف نجات بشار اسد جنایتکار شد. حالا نوبت مادورو رسیده. در همین ارتباط کانال‌های مرتبط با سپاه پاسداران نوشتن که با دلواپسی آشوب‌ها و ناآرامی‌ها در ونزوئلا و تلاش ایلان ماسک برای کودتا در این کشور رو داریم دنبال می‌کنیم. این چندمین تلاش شیطان بزرگ برای اشغال و استعمار ونزوئلا است.
شاید چیزی که کمی آراممان می کند حضور یک اسکادران کشتی جنگی و یک زیردریایی هسته‌ای روسیه در همان نزدیکی کوبا باشه تا مانع اجرای این هدف شوم بشه. شاید برخلاف انتظار نه اراضی اشغالی فلسطین و نه اوکراین بلکه ونزوئلا جرقه بشکه باروت و آغازگر یک درگیری تمام عیار جهانی باشه. ببینید دوستان، خود کانال های سپاه دارن چی کدی میدن. امریکایی ها مصممن، یعنی تیم ترامپ رو میگن، که حتما منطقه رو از این سوسیالیسم بیمارگونه لاتینو تموم کنن و خواهند کرد. چرا؟ اصلش تموم شده، ورقش مصرف شده. حالا شاید خیلی ها از آقایونی که زیاد به اصطلاح شعار ضد امپریالیسم میدن حتما اشاره خواهند کرد پس کوبا چی؟ کوبا موند. نه، آقای کاسترو نیاز آمریکا بود. اشتباه نکنید، آقای کاسترو اولا جزویت بود، یه مسیحی جزویت بود، بعد تبدیل شد به کمونیست دو آتشه مسکویی. ایشان وقتی انقلاب میکرد نیویورک تایمز ایشون رو رابین هود معرفی میکرد، آوردن در نیویورک نمایش دادن. آقای چکوارا بود که بازی رو خراب کرد. بنابراین دوستانی که میخوان ارزیابی کنن بازی ها رو، یادتون نره دنیا یک روز با نظام جهانی که تعیین شده بود بعد از جنگ دوم جهانی، آمریکای لاتین سهمیه خاندان راکفلر بود، کنسرسیوم راکفلر. ونزوئلا حیات پشتی آقای نلسون راکفلر بود. اروپا و خاورمیانه سهمیه روتشایلدا بود، شهرک لندن اداره میکرد. آفریقا کارتل اوپنهایمر و اینا که در کار الماس و اینا بودن اداره میکردن. بعد به یک جایی رسید که تصمیم گرفتن نظم رو به هم بزنن، مخصوصا که راکفلریستا رفتن. و این در حالیه که پس از تقلب مادورو در انتخابات ریاست جمهوری و شورش اعتراضی مردم، بسیاری از افسران نظامی ونزوئلا یونیفرمشون رو درآوردن و اعلام کردن که ما نمیتونیم مردم و هموطنان خودمون رو بکشیم. آرژانتین و دیگر کشورهای آمریکای لاتین هم خواستار اتحاد جهانی در برابر دیکتاتور کاراکاس هستند. اما غرب هنوز مؤدبانه میگه مادورو این کارها رو نکن بده، چون پوتین و چین پشت مادورو هستن. حالا به نظر شما آیا براندازی در ونزوئلا در راهه؟ چرا که بزرگترین منبع نفتی کمونیستای جهان کارتی برابر سهم‌خواهی پوتینه و پس از داستان ایران تغییراتی داره. ونزوئلا از ثروتمندترین کشورهاست که سیل بزرگی از مهاجرین رو هم وارد کرد برای کارهاش. همین الان چندین میلیون طلا در لندن داره که بریتانیا بهشون نداد به علت تحریم ها. بعد داستان ایران وضعیت اونا هم بسیار بهتر میشه. حالا شما نگاه کنید، ونزوئلایی که متعلق به راکفلریستا بود تبدیل شده بود به یک بازارچه سوسیالیستی آقای شاوز. بنابراین اجازه میدن بازی رو ادامه میدن، به کشورهای کناری هم لطمه میزنن، به خاطر اینکه هرچه این کشورها با روش سوسیالیستی فقیرتر بشون کاپیتالیسم برنده است. این رو امیدوارم دوستان دریابن من چی میخوام بگم. بنابراین کاستروئیسم به آمریکا لطمه ای نزد. و جالب بود که آقای فیدل کاسترو یه روزی در یک نطقی عنوان کرد اگر در آمریکا پرزیدنت سیاپوستی بیاد و پاپ هم از آمریکای لاتین برگزیده بشه ما با شما صحبت میکنیم. و اتفاق افتاد و صحبت کردن و بعد آقای کاسترو از صحنه خارج شد. الان پایان عصر بولیواریزمه، همون بولیواری که آمریکای لاتین رو نجات داد، آزادی بخششون بود و اینها به اصطلاح ملیجک های سوسیالیستش بودن. بنابراین باید منتظر باشیم که برنامه ونزوئلا به پایان برسه. فعلا نفت ونزوئلا مثل نفت ایران از بازار خارج شده. اینم یادتون نره، اینم جنگ نفتی وجود داره. حالا به این خبر لطفا دقت کنید. بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه سندکام در امارات و بحرین، یعنی همون دو کشور اصلی، همون دو بازوی راست و چپ عربستان، اسرائیل برای پایان محاصره حوثی‌ها و کابوسی برای رژیم
بر همکاری نظامی خودش با امارات زیر چتر آمریکا در جزیره سقطری تمرکز کرده، یعنی پای امارات هم برای حمله به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی باز میشه، در شرایطی که وقتی راستگرایان قدرت مطلق رو میگیرن در نتیجه آشوب داخلی رخ میده و دشمنان قسم خورده موقعیت رو برای حملات بیشتر مناسب ارزیابی میکنن. الان هم به این آشوب ها به چشم تومه سر قلاب نگاه کنید و نگران نباشید، چرا که همه چیز طبق پلنه. قدرت رو نمیشه از طریق انتخابات و به روش دموکراتیک از چپ ها و کمونیستا گرفت. حالا جالب اینجاست که تو این هیروویر مادورو پاچه ایلان ماسک رو گرفته و مدعی شده که ماسک با موشک‌های فضاییش میخواد به ونزوئلا حمله کنه. البته تحلیلگران معتقدن که آمریکایی‌ها دارن کودتای یواش میکنن. از اون طرف شرکت سوپر الکتریک متعلق به سازمان صنایع دفاع یعنی زیرمجموعه‌های وزارت دفاع در جاده تهران کرج دچار آتش سوزی گسترده شده. این شرکت یکی از مهمترین کارخانه های تولید سلاح‌های نظامی و ابزارهای موشکسازی و ساخت پهباد بود. پاینده ایران، جاوید شاه تا ابد و زنده باد رضا شاه دوم. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.